وقتی شما یه یوتیوبر معروف جهانی هستین و توی پول غلط میزنید مثل من، میخواین مطمئن بشید که پولتون رو عاقلانه خرج کنین برعکس تئوس. چه سرمایه گذاری بهتری از یک ماشین لاکچری؟ نه تنها سری و شیکه، همیشه یه تصویر عالی براتون ایجاد میکنه. یه جورایی به نظر میرسه یوتیوبرها این روزا برای تعیین اینکه چه کسی جالبترین و باحالترین ماشین رو توی سایت داره دست به رقابت میزنن. حالا ماشینا کی از همه باحالتره؟ من، لوگان یا جی؟ یا شاید هم فیس که لین خودشو بیشتر از همه نشون میده. خب امروز میخوام گرونترین و جذابترین ماشینا رو بهتون نشون بدم و شما هم دهنتون آب بیافته. بیاین شروع کنیم. توس چی؟ لوگان پال. پدیده یه اینترنتی لوگان پال هیستوری کاملی توی یوتیوب داشته، اما از طریق اون یه چیزی رو ثابت نگه داشته و اون عشقش به ماشینای چشم فرو کنه. آره چشم. اوه پسر چه احساسی داری؟ هر وقت از این ماشینا داشتی زر بزن. لوگان نه تنها یه مجموعه کاملی درست کرده، حتی برخی از ماشیناشو مطابق شخصیتش خیلی عالی تغییر داده. بین کلکسیونش به احتمال زیاد مرسدس بنزشه که به عنوان یه تیم مشهوره که قیمت قابل توجه 150,000 دلار را داره. اینو ببین چه تخماتیکه. و البته این شامل 12,000 دلاری نمیشه که برای برف باروکن جلوی ماشینش هزینه کرده. میدونید که برف باروکن برای طوفانهای برفی معروف لس آنجلس لازمه. من که اینجا میدونم. همینطور لوگان 150,000 دلار برای خرید ون اسپریتر و 50,000 دلار برای کولباس صرف کرده. کولباس فقط یه باس اسکول قدیمی بود که اون خریدش تا برای گروهش یه باس پارتی حقیقی و فوق‌العاده ترتیب بده. یاد بگیر توس چین. وقتی که لوگان میخواد گگای متواضع به نظر برسه، سوار داش چلنجرش میشه که قیمتش 28,000 دلاره و ماکسیموم سرعتش هم 182 مایل در ساعته. خب انگار کافی نبوده. سال 2019 لوگان برای تولد 24 سالگی خودش یه پولاریس اسلینگ شات خرید که 30,000 دلار میارزه و فقط هم یه بار توی هوایی ازش استفاده کرده بود. فرض کنید یه نوع خرید هوسبازانه است که با پول یوتیوبتون میتونین انجام بدین جان. توس جان شما ریکارد میفرستیم همین الان برام یک 30,000 دلار بفرست که اینجا هوایی میخوام بریم بعد با بچه ها اینا اگه بخوای دارم میبریم خلاصه که شاکرم. یک پال. جیک پال هم شبیه برادر بزرگترش با جمع‌آوری ماشین‌های چشمگیر بیگانه نیست. به هر حال یه فرقی باهاش داره و اون اینه که جیک بیشتر ماشین‌های تو رنج پر زرق و برق و گرون رو امتحان می‌کنه. کلکسیونش شامل یه لامبورگینی هوراکان پرفورمانته، ماشینی با قیمت قابل توجه 280,000 دلار با سرعت بالای 300 مایل در ساعت. البته جیک به محیط زیستم اهمیت میده قربونش بشم، برای همین اونو با عشقش به لاکچری ترکیب کرد و یه تسلا مدل ایکس خرید که یه ماشین کاملا الکترونیکی پیشرفته با سرعت‌های 0 تا 60 و مجوز خیابونگردی هم در کل دنیا رو داره. اما البته این کل ماجرا نیست و این تنها ماشینی نیست که اون جوون سوارش میشه. اون همچنین صاحب یه کامیونه که قبلا کاربرد نظامی داشته و اونو به یه فروشگاه کالا تبدیل کرده و روی سقف ماشینش با سلاح پرت کننده مجهز شده و حالا اون یه کامیون تخریب کننده محسوب میشه. تانر فاکس. تانر فاکس یه بلاگر خیلی مشهوره که ثروت زیادی هم به هم زده که همچنان هم ادامه داره. با در نظر گرفتن اینکه اون خیلی جوونه و مثل خیلی از جوانای پولدار دیگه وقتشو توی کلاب ها نمیگذرونه، به جاش این یوتیوبر آمریکایی تصمیم گرفته کلکسیونی از ماشینای گرون قیمت بچینه. البته بین این مجموعه تسلا مدل ایکس هم هست که ممکنه شما هم فهمیده باشین خیلی بیشتر از استاندارد یه یوتیوبره، اما تانر خودشو به طور جدی مشغول ماشینای ارتقا یافته با پیشرفت فوق العاده میکنه، مثل نیسان مدل 2017 جی تی آرش که ارزشش بیشتر از 150,000 دلار و کاملا منحصر به فرد با یک ست پیشرفته از اصلاحات ارتقا یافته است. تانر بعد از لذت بردن از جی تی آرش یا پورشه جی تی 3 آر اس از شرکت پورشه توی آلمان سفارش داد. و شخصاً برای تحویل گرفتنش رفت و اولین باری که اونو رونمایی کرد، جالبترین ریاکشن‌ها رو با ماشین 190,000 دلاریش توی یوتیوب نشونمون داد. برادران دوبر.
برادران دوبر امروز یکی از بحث برانگیزترین یوتیوبرها هستن. به هر حال انتخاب بین لوکاس و مارکوس به عنوان یوتیوبر دلخواهتون کار آسونی نیست. باحال‌ترینش اینه که هر دوشون به حدی جنجالی سعی دارن دیوونه وار گرون‌ترین ماشین رو انتخاب کنن. از راه موفقیت‌های زیادشون اون برادرها پول زیادی به جیب زدن و اونو صرف خرید ماشین‌های کاملاً فوق‌العاده کردن. و دوست دارن که چنلشون و موفقیت‌هاشون هم به اشتراک بذارن، همونطور که اونا سرعت‌هاشون هم به اشتراک می‌ذارن. مرسدس بنز 4x4شون حدود 150,000 دلار ارزش داره. نیسان جی تی آر نیسما که یه ماشین اسپورت پیشرفته است، برچسب 180,000 دلاری داره. و ماشین تو رنج قیمت بالاتر در واقع اولین ماشینیه که بین برادر مشترک نیست. در واقع ماشین شخصی لوکاسه که 294,000 دلاره و پورش جی تی آر 2S که یکی از سریع‌ترین ماشین‌های دارای مجوز جاده‌ایه که با قدرت اسب بخار باور نکردنی 700 و سرعت بالای 211 مایل در ساعته. توی یکی از رقابت‌های برادریشون مارکوس با ماشین شخصیش فراری 405 پیستا با قیمت شوکه کننده 350 هزار دلار با 710 قدرت اسب بخار و سرعت تاپ 220 مایل در ساعت پیشی گرفت. احتمالاً اون بعد خفن‌ترین ماشین توی یوتیوب باشه. فیز راگ. فیز کلین داره به سرعت یکی از مشهورترین و پیشرفته ترین گروه هایی میشه که بر صحنه یوتیوب تسلط دارن و همراه با ویو ها و سابسکرایبرای فراوونشون یه عالم پول به دست میارن. یکی از حرفه ای ترین اعضای این گروه یعنی فیز راگ یک روش فوق العاده برای نشون دادن موفقیتاش با ماشینای خارق العاده اش پیدا کرد. فیز برای خودش لامبورگینی اوراکان به ارزش بیش از 250 هزار دلار خرید. اما تو شرایط باور نکردنی در واقع ازش خسته شد و این ماشین به سرعت 300 مال در ساعت رو فروخت تا به یک لامبورگینی یورس دست پیدا کنه، یه ماشین 200 هزار دلاری با تکنولوژی و موتور ایتالیایی. یورس بزرگتر نمیتونه توی سرعت با هوراکان برابری کنه، اما جای بیشتر برای دوستای فیز کلین داره. خب چون وقتی کسی رو نداری که باهاش موفقیتاتو به اشتراک بذاری، دیگه موفقیت چه ارزشی داره؟ در صورتی که راگ نخواد یورسش کثیف بشه یا مسیر طولانی در پیش داشته باشه، باز جو متواضع بودن میگیره و از رنج روورش استفاده میکنه که یک ماشین لوکس 90,000 دلاریه. دیوید دوبریک. دیوید دوبریک تو دنیای خرید ماشینا غریبه نیست. تا حالا برای دوستاش، خانوادهش و حتی کسایی که نمیشناسه 16 تا ماشین خریده که به حدود قیمت 1,000,000 دلار میرسه. البته این یوتیوبر اهل اسلوواکی فقط بقیه رو جذب نمیکنه، بلکه به خودش هم یه حالی میده. دوبریک با یک ماشین کاملا الکترونیکی تسلا مدل X رانندگی میکنه که توی اکثر ولاگاش به نمایشش میذاره. به عنوان آدمی که دوستای زیادی داره، یه صندلی اضافه و یک لگ روم به کار میاد و برای دوبره که احتمالاً به ارزش 135,000 دلاره. البته گاهی اول باید به خودتون فکر کنین و این دقیقاً دلیلیه که دیوید برای خودش یه فراری دو صندلی 458 اسپایدر به قیمت بالای باور نکردنی 245,000 دلاری خرید که تقریباً به اندازه دو تا تسلا مدل ایکس. اسپایدر 458 قدرت اسب بخار 570 داره به علاوه موتور V8 و میتونه تا بالای 200 مایل بر ساعت سرعت داشته باشه. فکر کنم اون میتونه یه دوست دیگه‌ش هم جا بده. جفری استار. یه گول میکاپ بیلیونر که سریالی مستند در موردش ساخته شده. دیگه چی میتونه بخواد؟ خب در مورد ماشین های فوق‌العاده لاکچریش چی میدونین؟ جفری هر وقت نیاز به ماشین برای بیرون رفتن داره، یه عالمه ماشین ردیفن تا یکی رو انتخاب کنه. جلوی خونش ماشینای به ارزش بیش از 1,000,000 دلار وجود دارن. بیایید با ماشینی شروع کنیم که اونو با دیوید دوبریک توی یک لیگ قرار میده. تسلا مدل X 135,000 دلار رویای الکتریکی ایلان ماسک. اوه فاک، کاش من اینقدر خوش شانس بودم.